سرنوشت پروژه مسجد الرحمان در بغداد که کار ساخت آن در زمان دیکتاتور سابق عراق صدام آغاز شد و قرار بود یکی از بزرگترین مساجد خاورمیانه باشد در حالی از ابهام قرار دارد این مسجد بنا بود از لحاظ عظمت با تاج محل رقابت کند اما این پروژه که به دستور صدام آغاز گشت هرگز تکمیل نشد گزارش همکارم اکبری رو با هم می بینیم تاج محل یکی از مکانهای دیدنی شناخته شده در جهان با گنبدهایی بزرگ و رنگارنگ است که توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند. اما تکلیف تکمیل مسجدی که ساخت آن در زمان حکومت صدام شروع شد و در همان زمان نیز متوقف شد همچنان نامعلوم است شاید بتوان این امارت نیمه کاره بتونی در قلب بغداد را شاهدی بر درگیری های فرقی و سیاسی موجود که بخش عمده ای از تاریخ معاصر عراق را شکل داده است دانست. هدف این بود که این مسجد با ظرفیت پانزده هزار گذار یکی از بزرگترین مساجد در خاور میانه باشد. ساخت این مسجد در دهه 1990 و در بحبه تحریم فلج کننده قرب و در زمان حمله نظامی رژیم صدام به کویت آغاز شد این رویای برتری طلبانه دیکتاتور عراق نیز مانند دیگر خیال پردازی هایش با حمله اعتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا در دفاع از کویت در سال 2003 میلادی از بین رفت اکنون گنبد سرامیکی تلاکاری شده این مسجد به ارتفاع 84 متر و در اطراف آن 8 گنبد کوتاهتر به ارتفاع 28 متر که هر کدام با 8 گنبد کوچکتر احاطه شدن در حالت نیمه کار وجود دارند محمد قاسم عبدالقفور یک معمار و استاد دانشگاه عراقی در این باره میگوید متاسفانه ما میراث کشور را نادیده گرفته این پروژه ها متعلق به همه مردم عراق است باید از این میراث استفاده و آنها را به مکانی فرهنگی و گردشگری تبدیل کنیم همه اینها پول عراق است و دولت و ملت باید از آن سود ببرند یک مقام ارشد دولتی که خواست نامش فاش نشود به خبرگزاری فرانسه گفت پس از سقوط رژیم سابق مسجد تحت کنترل حزب فضیلت اسلامی درآمد این حزب هرگز نتوانست ساخت و ساز را کامل کند زیرا هزینه های آن بسیار زیاد است او به یاد می آورد که صدام مسجدی بزرگتر از تاج محل میخواست. این مقام مدعی شد که حزب فضیلت اسلامی از برنامه های دولت برای تبدیل مسجد به دانشگاه یا موزه جلوگیری کرده است. اکنون اعضای این حزب نمازهای جمعه را زیر یکی از گنبدهای فرعی مسجد برگزار می کنند. یک فعال سیاسی می گوید که نیروهای امنیتی عراق چندین بار تلاش کردند تا مالکیت این مسجد را در دست بگیرند. اما موفق نشدند. سیسیلیا پری کارشناس معماری مسجد الرحمان را محصول سیاست نمادگرایی معماری میداند که رژیم بحثی صدام در پیش گرفته بود پری متخصص معماری بغداد در قرن بیستم ادامه داد تا زمانی که مسجد از درگیری های حزبی دور نشود ساخت و ساز از سر گرفته نمی شود و وضعیت موجود باقی میماند این مسجد هم مثل مردم عراق چشم به اتفاقات سیاسی این کشور دوخته است مسجدی که پایه های آن از پاهای مردم قویتر است و همچنان شاهد بازی های سیاسی احزاب در عراق است